آقای آوازی، من یه خبری خوندم که خیلی ناراحت کننده بود، اونم اون که در روز دروازه‌بان دزدها در واقع با نامردی تمام اومدن و همه چی رو بردن. من شنیدم که حتی نشانهای افتخارآمیزی که از زمان فوتبالتون هم شما داشتید بردن. در مورد این ماجرا بگید که اصلا کجا بودید که متوجه شدید که دزد به شما زده و چه پروسه‌ای طی شد؟ خیلی خاطرات گذشته های من رو جمع کردن توی خونه، از بازی های من، بازی های تیم ملی من، بازی هایی که برای بازی هر بازی ملی که من براش یک تونه خاطرات خوبی داشتم. بله. کشورهای مختلفی که داشتم یه تیکه خاطرات گذاشتم. ملی ها هر بازی تیم ملی لباس داشتم، ولی متاسفانه اتفاقی که پیش اومده خوشبختانه با نیروی انتظامی و با بچهای سپاه هماهنگ کردم اینا رو تا تعدادشون گرفتم، ولی خب خیلی چیزای زیاد مونده، خاطرات گذشته، خاطرات تیم ملی ها، خاطرات خانوادگی ها، خاطراتی که از پدر و مادر خدا بیامرز اونا جا داشته بودن، از مجسمه‌ای که پدر و مادر به من دادن، تمام چیزها رو اینا که تو خاطره از من داشتن اینا رو بردن. تا حدودیشو گرفتم، 50%شو گرفتم. یه سری چیزایی بوده که نیروی انتظامی و از خود بچهای نیروی انتظامی هماهنگ کردم، اینا رو گفتم توی بهتون حتما میگیرم، ازتون انجام میدم. ولی من تا الان توی 10 روز دیگه من دیگه چیزی دیگه توضیح نمیدم. یه چیزی بدین، اگر که چیزایی که خاطرات منو ندن، دوباره من با یه مسابقه خیلی جدید و خیلی شدید برخورد میکنم. اگر اینجوری نشه، باید برای همه مردم و خیالشون راحت باشه، یا باید آدمایی که اتفاقی پیش میاد یه برخورد سنگینی که مثل خود کشورهای اروپا و دنیا و آمریکا داره انجام میده، همینجوری باید ما هم برای خودمون انجام بدن. اما آقا، من شنیدم گفته بودید که باید دست این دزدا رو قطع کنن. اصلا ببین، الان کشورهای دنیا دارن، موقعی که توی خانواده خودش میری، توی خونت هستی، باید گارد داشته باشی. بله. کسی بی اجازه وارد میشه میاد توی خونه شما، خدای نکرده همسرتونو با چاقو میذاره رو سینه‌ت، خدای نکرده تجاوز میشه به شما، بچه‌تونو میدزده، بچه‌تونو لوازم از لوازم لمام اساس نیروی انتظامی خودت میگیری ازش، نگاه میکنن که هیچی دستش نیست. خب اینو باید چیکار؟ خیلی تلخه واقعا این اتفاق. بله. منم برای خودم، منم حداقل من 30 سال 35 سال جمع کردم برای خودم، برای خاطرات خودم، و همیشه به چشم زندگی من همین چیزی که شما تو ذهن من موندین، اینا هم جزء منه، خاطرات منه. قربونتون. شما باید مسئولان نیروی انتظامی و سپاه و کل تمام کسایی که کل قضایی باید باشن، باید برخورد شدید شدید انجام بشن. اگر نشه اتفاقات بیشتر از این میشه و این ضرر زیر سوال همه مردم، این زیر سوال ما، و این کار خوبی دید. درست. احمد آقا، من خوندم که 3 تا از این دزدار رو گرفتن که فکر میکنم 2 تاشون به قید وثیقه آزاد شدن. شما رضایت دادین یا آزاد شدن به قید وثیقه؟ الان همشون زندان هستن. الان 5 تا هستن، 2 تا دیگه شدن بودن که الان گشت دنبالشونه. 3 روز پیش، درست روز یک شنبه، من تمام سیستم دزدگیر و اینا بوده، یه دونه لوستر توی جلوی در مغازه 2 تاشو کندم، الان دوربینش هست، به بچهای ژاندارمری رفتم، به آب خود بچهای سپاه رفتم، به خاطر کلانتریه که توی سلمان شهر رفتم، فیلمو نشونشون دادم، مشخص کردم، یه نفرشونو گرفتم، گفتم یه نفر نیست، 3 نفر بوده، ماشین بوده، 2 تا ماشین بوده، باید اینو سریع میتونم پیداش کنم. بله. و همون زمینه و زمینه که دیگه هم هستشون هم هنوز مونده که توی الان کلار داشته، خوشبختانه اونا رو هم تا حدودش گرفتیم، ولی خیلی خیلی چیزاش مونده که اونم اگر پیدا نشه باید به این راحتی نمیتونه بیاد بیرون. اگه بیاد بیرون، این خودش میاد زیر سوال و این کار درستی. و اصلا دیگه اون افتخارات شما که آقای عابدزاده هم میراث ملیه به نظرم برای ورزش کشورمون، هم انقدر که دیگه همه میدونن که برای شما سن اون دزده نمیتونه بره بفروشه که، یعنی به نظرم الان خوشبختانه کسی که اومده اینجا دیده راحت اومده، نرده رو بریده، در رو بسته، 2 تا 4 تا قفل رو بریده، برجرد این کار درستی نیست. اگر که کل فضایی ما، آقای مسئولان ما، اگر برخورد نشه، حتی فردا شما هستن، زن و بچه های شما رو میگیرن. باید این کار خیال مردم را الان شما تا یه چیز ساعت راحت بهتون بگم، از دقیقا از 1 اردیبهشت تمام جرسی کم و کشور باز میشه، میخوام برگردن به خانواده های خیلی مسافرتون، به خانهاشون، به ویلاشون، به
دیگه اگر بیاد الان دوز شده باشه اینجاست قلقله میشه، همه میگن آقا زندگی ما رفت به خاطری که ما تو نسیم بیم به خاطر مشکل کرونا. بله. تو همه بسته باشه تو ویلاشون همه بردن. الان باید چی جوری باید انجام بده؟ من فقط میخوام یه سوال بکنم، این جواب این بسته کجا میتونه بشه؟ چی جوری جواب میخواد بدی؟ آقا میره زندان، بعدم میگه خب میره دوبارش میاد اونجا وای میسه، میره تو کجا؟ میره داخل زندان، یک ماه میمونه، دو ماه آزادش میکنن، میاد دوباره میگه خب من بهترین کار رو انجام بدم، چه شغل خوبیه، من دو ماه میام بیرون میرم زندان، بعد یه هفته میام میرم هر چه خواستم میدوزم میرم قوم میکنم میفوشم اساس و مساس و چیزی باشه دوره میرم زندان. خب این که نشد کار. الان این اینا رو که من گرفتم درست نزدیک 12 تا پرونده داره، 5 تاشون پرونده دزدی داره. خب این دوباره چرا آزاد میشه؟ این چیکارش باید بکنی به نظر شما؟ درسته یه چیزه دیگه. حالا علاوه بر این که سیستم قضایی و سیستم انتظامی همین که این 5 تا رو احمد آقا گرفتن خودش یه به نظرم اتفاق خوبه و در تبع آن باید تو تبع اون باید بقیه اموال شما هم برگردونده بشه و بعد باید یه کار جامعه شناسی بشه که واقعا این سوال شما سوال درستیه که خب دزده وقتی 5 دفعه میاد بیرون میره تو زندان و دوباره میاد بیرون دزدی میکنه چیکارش باید کرد که به جامعه آسیب نزن. آقا پس دزده آشنا با اینا نبودن دیگه، یعنی غریبه اومده زده تقریبا. الان من اینا رو گشتم خوشبختانه بچهای ژاندارمری و بچه های نیروی انتظامی واقعا زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه، واقعا شب تا صبح واقعا دارن زحمت میکشن، شب تا صبح اتفاقایی که داره خانواده فردا دست اینا رو هم بوسیدم، واقعا زحمت کشیدن. ولی اصلی این کار نیست به نظر من، باید خیلی 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 بیشتر از این برخورد بشه و این من اگر توی این قانون برجهت بشه، من اتفاقا با یه صد مسئول کل قضایی صحبت کردم اتفاقا و گفتم تنها قانون قانونیه که باید میگن آقا یک بار یه بار میشن، دو بار میشن، بار سوم دیگه غیر از این نباید رحم کنه به کسی، باید دستش یه انگوشش براش به نظر من باید دار بزنه ازش که تو گوشش بیفته. ولی کسی که اصلا احساس نداره، کسی که نمیتونه که هم حشیشه، معتاده، دوزه، کسی که عادت میکنه دوباره میاد میره که نشد صبح شب. چرا الان شما تو خود شبکه‌ها توی رادیو حتما دستتون هست، حتما دیروز تلویزیون من داشتم نگاه می‌کردم، خود شبکه داشتن خبرها داشتن نگاه می‌کردم، توی اصفهان اتفاق فرش دار زندگیشو بردن آوردن. خب آخرش چی شد؟ آخه به کجا رسید؟ متوجهم. البته من اینو شنوندهام بگم که احمد رضا عابدزاده که الان در مورد در واقع اولا که در مورد دزد اتفاق خودش صحبت نمی‌کنه، یک صحبت کلان داره انجام میده در مورد همه دزدی‌هایی که در شهر و کشور ما داره انجام میده و بعد قلب مهربونی داره احمد رضا عابدزاده. اگه میگه بعد دست دزد رو قطع کرد، برای اینه که در واقع یه حرف نمادینه برای این که کار من نیست، کار نیرو باید انجام بده، کلا قضایی باید انجام بده، من کاری نیستم. شما که آقا همیشه این قلب مهربونیتون ثابت شده است، انقدر که دست همه رو گرفتین.